اعضای ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان متهم به آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار این فدراسیونند. در پی به تعلیق درآمدن وظیفه رئیس و 4 عضو ارشد فدراسیون از سوی دادستانی کل، حالا فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال وظیفه کرام الدین کریم را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده. پس از آن که وظایف 5 عضو ارشد فدراسیون ملی فوتبال از سوی دادستانی کل کشور به حالت تعلیق درآمد، دیشب هم کمیته انضباطی فیفا اعلام کرد که وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. حالا ما آمدیم در فدراسیون فوتبال به خاطر تهیه گزارش، انگار مثل هر روز نه قیودات است و نه مسئولان ارشد که ما به خاطر تهیه گزارش و کلپ همه روزه نزدشان می آمدیم. بررسی های دادستانی کل روی این پرونده هنوز ادامه دارد و نهایی نشده است. ای برمیگرده به کار خود هیئت تحقیق، در صورتی که هیئت تحقیق لازم ببینه تدابیر دیگه‌ای را هم اتخاذ خواهد کردن. برای ورزشکاران این مسئله خیلی دردسر ساز شده، حتی که برخی خانواده ها دخترانشان را از رفتن به فدراسیون فوتبال منع کردند. اگر این حقیقت داشته باشد دیگه یکی از فامیلای اجازه نمیداد که دخترشون فوتبال کنه و دروازه فوتبال فکر کنم برای دخترش بسته شوه و میشه. اما آیا تصمیم فیفا نشانگر وجود فساد اخلاقی در فدراسیون فوتبال افغانستان نیست؟ دولت کار خود کرده، فیفا کار خود کرده، ولی همه طرف ها باید به این موضوع احترام بگذارن و مطابق به اساسنامه فدراسیون فوتبال باید عمل شود. خالده پوپلزه عضو پیشین تیم فوتبال بانوان افغانستان ادعا کرده که در فدراسیون فوتبال افغانستان از بانوان بهره‌گیری جنسی می شد و بانوان با انواع آزار و اذیت جنسی روبرو بوده اند. ادعایی که رئیس جمهور غنی آن را تکان دهنده خواند و بر بررسی جدی آن پافشاری کرد.